معارف اولویت حکومت، رئیس جمهور غنی میگوید امسال حدود 2000 مکتب اعمار میشود. تقویم معارف افغانستان یک حشر یا بسیج عمومی مردمی را بکرد. افتتاح بند کمال خان با امیدواری های بزرگ، حکومت افغانستان در نظر دارد تا به خاطر خودکفایی آبهای کشور را مدیریت کند. امید است چې د بندونو په تکمیل سره او د تقریبا د 2000 کانالو په تکمیل سره چې نوي کانالونه د بندونو لپاره جوړیږي، موږ په حدودو د 1.5 میلیون هکتار ځمکه به نوې تر اوبو او آبیاري لاندې راسي. حمایت ناتو از مذاکرات جاری صلح، وزیر خارجه امریکا میگوید نظامیان ایالات متحده به مشوره ناتو به افغانستان آمده و با آنان یک جا بیرون میشوند. ما با ناتو یک جا به افغانستان رفتیم. ما یک جا با هم کار کردیم. و هرگاه زمان مناسب باشد، ما یک جا از این کشور بیرون میشویم. و در یک حمله مسلحانه در ایالت کلرادو در امریکا 10 تن کشته شدند. سلام و شبتان بخیر. به خبر 8 از تلویزیون ملی افغانستان با من مصطفی سلیمان خیلی خوش آمدید. رئیس جمهور غنی میگوید امسال حدود 1 میلیون کودک دیگر نیز جذب مکتب میشوند و دولت نزدیک به 12000 معلم جدید را از طریق رقابت آزاد استخدام میکند. همچنان امسال کار ساخت حدود 2000 باب مکتب دیگر نیز آغاز خواهد شد. مسئولان وزارت معارف میگویند که در زمینه اصلاحات، دیجیتال سازی و کیفیت نصاب تعلیمی در مکاتب توجه جدی خواهد شد. آغاز سال تعلیمی 1400 از سوی رئیس جمهور. رئیس جمهور غنی هنگام نواختن زنگ مکتب از پیشرفت‌ها در بخش معارف ستایش کرد، اما به گفته وی در این بخش هنوز هم به تلاش‌های بیشتر ضرورت است. رئیس جمهور به سیستم دیجیتالی مکاتب و ادارات دیگر تعلیمی نیز تاکید کرد. امسال انشالله و تعالی سال دیجیتال سازی افغانستان خواهد باشه و عرضه خدمات دیجیتالی به معلمین، محصلین و کارمندای وزارت محترم معارف و تحصیلات عالی در صدر برنامه کاری ما قرار خواهد داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور میگوید هرچند در بخش کمیت معارف کار شده، اما ضرورت است به کیفیت توجه شود. هر طفل حق دارد به زبان مادری خیش تعلیم کند. تنها وزارت معارف نه، بلکه تمام مردم در این بخش مسئولیت دارند. معارف افغانستان، تقویم معارف افغانستان مسئولیت در درجه اول ریاست جمهوری و کابینه محترم افغانستان، والی صاحبای محترم، در درجه دوم سکتور خصوصی و در قسمت سوم یک حشر یا بسیج عمومی مردمی را بکار دارد. از سوی هم به گفته سرپرست وزارت معارف در 20 سال گذشته در این بخش کارهای زیاده شده، اما تعهد میکند که تلاش‌های این وزارت به هدف بهبود معارف گسترش می‌یابد. معارف ته خدمت ډیر سوی دی، اما زموش آینده لار ډیر اوږده هم ده چې نور کار هم باید پشکې وسی، چون چې معارف ته چې موږ هر څه کار وکو کافی نه دی. نزدیک به 10 میلیون طفل در سراسر کشور مصروف آموزشند که 42% دخترانند. همکنون حدود 220000 معلم در مکاتب تدریس می نمایند و مشکلات در بخش معلمین مسلکی هنوز هم پابرجاست. منابع در وزارت معارف می گویند ویروس کرونا، کمبود معلم و تعمیر برای مکاتب از مشکلات اساسی معارف بوده، اما اطمینان می دهد که این مشکلات رو به حل شدن است. در رابطه با شروع سال تعلیمی و نواختن زنگ مکتب با نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف در لابلای همین سرویس خبری صحبتی خواهیم داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید که جنگ افغانستان هیچ گونه جواز شرعی ندارد و هر کسی که افغانهای بیگناه را میکشد، این عملشان در مخالفت آشکار با احکام اسلامی است.
رئیس جمهور میگوید افغان ها خواهان صلحی هستند که در آن به همه احترام گذاشته شود و عدالت اجتماعی به میان آید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور که در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید سخنرانی میکرد گفت که جنگ افغانستان هیچ گونه جواز شرعی ندارد. به گفته وی هر کس که حق تعلیم و پیشرفت را از افغان ها بگیرد به گونه آشکار با احکام دین مقدس اسلام و با ملت جفا میکند. ز سول غوارم چې موږ زری موټر ته ضرورت لرو او ټول کرایسو په آزاد وګرځو نو داوینه باید ختم سی. داوینه نارواده، غیر شرعی ده او باید ختم سی، مگر طول باید یو ملی دریزو نیسو خپل اولاد اوپسی وگرسو. رئیس جمهور از معلمین و علمای دینی خواست ضمن روحی ملی برای شاگردان به گونه تدریس نمایند که در آبادی و شگوفایی کشورشان نقش مهم داشته باشند. همچنان رئیس جمهور میگوید تروریسم با اسلام هیچ ربطی ندارد، بلکه پیروان هر دین و مذهب که در برابر انسانیت و بشریت ظلم نمایند باید به آنها تروریست گفته شود. اساس تمدن، فرهنگ و دین مبین ما اعتدال، عدالت و وسطیت است. ما یک فرهنگ استیم که اعتدال داشتیم در طول قرنها، همیشه آغوش باز داشتیم، هیچ نوع ارتباط بین دین مبین اسلام و دهشتگری وجود ندارد. کلمه دهشتگری اسلامی اگه استعمال میشه سر کل ادیان استعمال شد، نه تنها سر دین مبین ما. رئیس جمهور کشور می افزاید که افغانستان به سوی یک صلح دائمی و باثبات در حرکت است تا بتواند زندگی آرام و پیشرفته نسل آینده را تضمین کند. زیرا به گفته رئیس جمهور افغان ها خونریزی را نمی خواهند، بلکه برای یک زندگی مشترک که تمام جوانب در آن احترام شوند لحظه شماری می کنند. همانطور که دقایق پیش گفتم امروز سال تعلیمی رسما آغاز شد و زنگ مکتب هم نواخته شد و نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف با ماست. بسیار خوش آمدین بانو آریان. بانو آریان، امروز زنگ مکتب نواخته شد و نظر به ارقامی که رئیس جمهور و وزارت معارف گفته قرار است که 1 میلیون طفل جدید بالاخره شامل مکتب شوند، با کمبود کتب درسی و تعمیر مکتب چه خواهید کرد؟ سلام بر شما مصطفی جان و سلام بر تمام بیننده‌های عزیز تلویزیون ملی، شب همه بخیر باشه. قسم که ما شما در جریان هستیم که امروز رسما سال تعلیمی سال 1400 با نواختن زنگ مکتب از طرف جلالت نواب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شد و وعده سپرده شد که در نظر داریم امسال حدود 1 میلیون دانش آموز جدید را جذب نظام معارف افغانستان بکنیم که با جذب دانش آموزا شمار دانش آموزا رشد چشمگیری خواهد داشت که در نظام معارف افغانستان در طول 2 دهه بی سابقه خواهد بود. مسئله 9.7 میلیون دانش آموز داریم، 1 میلیون دیگه که هم جذب شده، بیشتر از 10 میلیون دانش آموز در نظام معارف افغانستان عملا مصرف آموزش و پرورش خواهد بودن در سال 1400. و مسئله کمبود کتب یکی از چالش ها و نگرانی های است که ما با مواجه هستیم، اما نویدی که در این زمینه وجود داره، ما حدود 37 میلیون جلد کتاب جدید را چاپ میکنیم. شما میفهمین که کتاب ها هنوز فعلا در مکاتب وجود داره و کسانی که سال قبل در صنف اول بودن میتونن که کسانی که جدید شمول هستن از اونا استفاده بکنن و ما کتاب های استهلاکی و استملاکی هم داریم، ولی در کنار 37 میلیون جلد کتاب چاپ میشه و حق اولیت به ولایت داده میشه که در محرومیت بیشتر قرار دارن و نیازمندی بیشتر دیده میشه که کتب باید اونجا برسه. بانو آریان، تعمیر مدرسه چگونه تنظیم خواهید کرد؟ ما عمل فلحال حدود 18,000 باب مکتب را در تمام افغانستان فعال داریم و مسئله کمبود مکاتب نسبت به سالهای گذشته فیصدیش بسیار کم شده و کاهش یافته. ما 732 باب مکتب را امروز از وزارت احیای انکشاف دهات تسلیم شدیم که تفاهم نامش هم امضا شد و در سال آینده حدود 1,800 باب مکتب جدید هم ساخته شد که به گونه تدریجی و به شکل آهسته و پیوسته مسئله عدم دسترسی به تعمیر مکاتب حل خواهد شد. بسیار خب بانو آریان، یک موضوعی که رئیس جمهور هم به او اشاره کرد موضوع موج بعدی کرونا هست که با شروع مکاتب امکان داره که بالاخره او افزایش پیدا بکنه و به وزارت صحت عام هم مشورایی داد که با وزارت معارف کار بکنه و خیلی از والدین هم شکایت هایی و تشویش هایی دارن در رابطه با اینکه مکتب وقتی میرن طفلشان به بیماری کرونا دچار نشن. سال گذشته هم دیدیم که شکایت وجود داشت، فاصله اجتماعی مراعات نمیشد، ماسک وجود نداشت در مکاتب، مواد ضد عفونی کننده دست نبود. امسال چه تدابیر داره؟
سال 1399 به دلیل انتشار ویروس کرونا یک سال بسیار بد بود بر وزارت معارف و بر نهاد معارف افغانستان و دوران قرنطینه را ما سپری کردیم و باعث شد که نصاب تعلیمی متضرر شود. به همون اساس نگرانی های موج سوم کرونا هنوز هم موجود هست. ما از رهبری وزارت محترم صحت عامه سپاسگزار هستیم که حق اولیت را در مسئله تزریق و تطبیق واکسین ها بر معلمین دادن. حدود 220 هزار معلم قرار است که واکسین شوند که یک دستاورد خوب هست بر وزارت صحت عامه و همچنین بر وزارت معارف. بر معلمین چطور؟ معلمین در رده های بعدی قرار دارند که وزارت صحت عامه در این زمینه طرحهای خود را دارد و مسئله شستن مرتب دست ها همچنان رعایت کردن فواصل اجتماعی که از مسائل است که برمیگرده بیشتر مسئولیت اخلاقی دانش آموزا و معلمین گرامی است که در سن به این مسئله توجه داشته باشند و در کنارش خانواده ها هم مسئولیت دارند که همکار معارف و همکار سکتور صحت خود باشند تا که در سال 1400 ما نگرانی های سال 1399 را نداشته باشیم و خدای نکرده باز به شرایط نریم که ما حالت قرنطینی را داشته باشیم و یک سال متضرر را پیش رو داشته باشیم. بانور اگر کوتاه جواب بتین، مثلا طفلی که از خانه به مکتب میای، خب بالاخره در مکتب چه تدابیری گرفته شده؟ ماسک برش میتین؟ چگونه کجا دستش را بشوی؟ فاصله اجتماعی رو چگونه تنظیم میکنه؟ شما میفهمین که در مکاتب دسترسی به آب وجود داره و از نظر امکانات تجهیزات وزارت معارف این توانایی را نداره که بتونیم مواد ضد عفونی را بر اونها تهیه بکنیم، ولی وزارت محترم صحت عامه در این زمینه طرحهایی را داره که امروز هم یادآوری در این زمینه شد که طرحهای خود را به زودی عملی میکنن و با مردم شریک خواهد کردن. بسیار تشکر بانو نجیب آریان، سخنگوی وزارت معارف. سلامت باشید. وزیر خارجه آمریکا میگوید که آمریکا یک جا با سربازان کشورهای عضو ناتو به افغانستان آمده و یک جا با حامیان جهانی خود از این کشور بیرون میشود. آنتونی بلینکن این اظهارات را امروز در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل بیان کرد. در همین حال سرمنشی عمومی ناتو میگوید که این سازمان از گفتگوهای جاری در مورد افغانستان حمایت میکند و یگانه راه حل موضوع این کشور گفتگوهای سیاسی است. هرچند برای ضرب العجل خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان حدود یک ماه باقی مانده است، اما از اظهارات شمار مقامات آمریکایی طور معلوم می شود که هنوز هم رهبران این کشور مصروف مشوره ها در این بخش هستند و تا کنون تاریخ دقیق آن اعلان نشده است. اما از اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا معلوم می شود که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند، نیروهای دیگر ناتو این کار را مشترکاً انجام می دهند. ما با ناتو یک جا به افغانستان رفتیم. ما یک جا با هم کار کردیم. و هرگاه زمان مناسب باشد، ما یک جا از این کشور بیرون می شویم. بلینکن یک بار دیگر تاکید کرده تا آنکه اطمینان حاصل نکنند که افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریسم مبدل نمی شود، آنان از این کشور نمی روند. در همین حال ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید سطح خشونت ها در افغانستان افزایش یافته و وضعیت امنیتی این کشور نسبت به هر وقت دیگر باریک و نگران کننده است. حالا مهم این است که گفتگوهای صلح جریان دارد. ما قوی از این گفتگوها استقبال میکنیم و این گفتگوها یگانه راه برای ثبات سیاسی دائمی است. به این سبب ما از تلاش های آغاز شده از سوی آمریکا حمایت میکنیم. در حال در نشست ناتو پیرامون افغانستان صحبت می شود که پنجشنبه گذشته نشست مسکو با اشتراک نماینده های کشورهای پاکستان، چین، ترکیه و روسیه میان دولت افغانستان و طالبان برگزار شد و همه با یک صدا برای این کشور نظام جمهوریت را مناسب دانسته و به امارت نگفتند. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند هیچ نوع اعتمادی نسبت به روند صلح نزد شهروندان کشور شکل نخواهد گرفت. از سوی هم طرح تازه طالبان به هدف کاهش خشونت 90 روزه با واکنش های در داخل افغانستان روبرو شده. برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که طالبان با ارائه این طرح بهانه جویی میکنند و هیچ تضمینی وجود ندارد که این گروه به تعهداتشان عمل کنند. رفیدین الفتی. طرح طالبان برای کاهش خشونت های 3 ماه در کشور. هرچند این طرح تا کنون به گونه رسمی با حکومت افغانستان شریک نشده. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید با آنکه حکومت تمامی کارهای لازم را برای پیشبرد روند صلح انجام داده، اما طالبان در جریان گفتگوها به هیچ تعهدشان عمل نکردند. صلح یک پروسه دو جانبه است و تا زمانی که جانب مقابل و حامیان آن تصمیم جدی بر تفاهم و راه حل سیاسی نداشته باشند،
گامهای عملی و معنادار برداشته نشود، آتش بس حاکم نشود، هیچ نوع امید و اعتمادی بین مردم افغانستان در رابطه به صلح شکل نخواهد گرفت. سرور دانش از اعلامیه مشترک کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو استقبال میکند و از جامعه جهانی میخواهد تا طالبان را به صلح سراسری در افغانستان متقاعد سازند. ما امیدوار هستیم که جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه و متحدین افغانستان با در نظر گرفتن ثبات و امنیت پایدار در منطقه به یک اجماع و به یک وحدت نظر در باره صلح افغانستان دست پیدا کنند و گروه طالبان را وادار بسازند که صلح عادلانه و پایدار را به معنای واقعی آن بپذیرند. از سوی هم برخی منابع میگویند که طالبان در بدل عملی کردن این طرح از امریکا خواسته است که زندانیان باقی مانده این گروه رها شوند، نام رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون و نیروهای خارجی در اول ماه می افغانستان را ترک کنند. با باور آگاهان طالبان با ارائه این گونه طرح ها در روند صلح بهانه جویی می کنند. در بار اول دیدیم که نه تنها کاهش خشونت نتیجه نداد، بلکه خشونت بالا رفت و حتی موساد و مردم عامه مورد حملات هدفمندانه قرار گرفتن. اعتماد بالای طالبان در این موقع و در این بره ما فکر میکنم یک اشتباهی کاملا محض خواهد بود. هرچند حکومت افغانستان بارها خواهان آتش بس سراسری در کشور شده، اما طالبان آن را نپذیرفتند و تنها حملاتشان را در برابر نیروهای خارجی متوقف کردند. شمار از آگاهان میگویند که هیچ نوع باورمندی به طرحهای طالبان وجود ندارد. هرگز نباید یک امتیاز این بار برای طالبان داده شود، به خاطر که طالبان هیچ گاه متحد و پابند به متعهدات خود و وعده های خود نماندند. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا نیز در سفرش به افغانستان از سطح بلند خشونت‌ها در افغانستان نگرانی نموده و تأکید کرده است که اگر خشونت‌ها کاهش پیدا کند، زمینه برای یک روند دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در هفته مدیریت آب قرار داریم که از توی دولت افغانستان اعلام شده و در این سرویس خبری گزارشات ویژه‌ای در این رابطه داریم. رئیس جمهور کشور مصمم است که در حدود 75 میلیارد متر مکعب آب که در کشور تولید می شود مدیریت و مورد استفاده قرار گیرد. اداره ملی تنظیم امور آب از تکمیل ده ها پروژه در راستای مدیریت منابع آبی کشور خبر داده و می افزاید که 63 پروژه دیگر در حال اجرا و پلان گذاری است. جان آقای نوید در گزارشش به این موضوع پرداخته. افغانستان از جمله کشورهای غنی از لحاظ آب آشامیدنی است. سالانه در حدود 75 میلیارد متر مکعب آب در این کشور تولید می شود. بر بنیاد معلومات اداره تنظیم امور آب، آمودریا دارای ظرفیت 22 میلیارد متر مکعب و دریای هلمند ظرفیت 9.3 میلیارد متر مکعب را داراست. سطح استفاده آب از این دریاها در افغانستان ناچیز است. دیمو پیگو چهره بند جور کو، څنګه خواندی کو او تاثیر ده هر بند بدسی. اداره ملی تنظیم امور آب از ایجاد و راه‌اندازی ده ها پروژه خبر می‌دهد که در راستای مدیریت آب ها عملی کرده و یا در حال عملی شدن است. په مختلف پروژه زمون په فلان کې دي چې هغه د چک ډیمز پروژه دي، استنادي دیوالونه، غبیونی دیوالونه، همدارنګه کانالونه، کاریزونه، لوی متوسط او کوچنی بندونه دي. مجموعي توګه د اوس لپاره 9 پروژه دي چې موږ پلان ته ورکړی دي، خو دا به تغییر کوي د کار په اوږدو کې. پروژه انکشافی اولیای دریای آمو، پروژه برق آبی باغدره، پروژه ذخیره آبی بند کمالخان، بند سلطان، پروژه سلما، پروژه کانال مروارید، پروژه ذخیره آب و تولید برق بخش‌آباد، پروژه سد آب و تولید برق کامه، پروژه های بزرگ ذخیره آبند که در حال ساخت و یا باید ساخته شوند. آگاهان امور ارزش آبهای افغانستان را میلیاردها دلار می دانند و می گویند اقدامات اخیر حکومت افغانستان در زمینه موثر است. پته دغه موثر تاریخ کې د افغانستان کې د اوبوت دغه توجه نه وسویل که اوسنی ولسمشر چورته وکړه، او د خاصه توجه هم داده چې واځي دا نه چې خط بندونه جوړ کی، بلکې توجه داده چې کوشنی دیمونه
کوشنی کوشنی دیمونه اوس کدر تو امر جیسی دغستچ فصلحاو صلحاو دغدی فصلحاو صلحاو بندونه په افغانستان کې چک دیمونه دی یا مثلا اغالف چراندی چې بیرته پالسی. مهمترین منابع آبی افغانستان را می توان این گونه بیان کرد: آبهای چاه‌ها و چشمه‌ها، آبهای بارندگی از قبیل باران، برف، جاله، آبهای سطحی جوی‌ها، دریاچه‌ها و دریاها، بندها و اوضاع طبیعی و مصنوعی، یخچال‌ها، کوه‌ها و قله‌ها، بخارات اتمسفر. این آگاهان مدیریت آبهای کشور را بر بنیاد کنوانسیون‌های بین‌المللی حق افغان‌ها می‌دانند. کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد در ماده 3 به دولت ها اجازه میده که اصول یه که قبلا ریاض توافق کرده باشن او اصول اجرا بکنن. ملل کشورهای همسایه خانه زی هستن که از آب ما استفاده بکنن، بهتر است که در مقابل آب ما از اونا نفت بگیریم، بهتر است که ما در مقابل آبی که با اونا میدیم انرژی برقی ما را تامین، انرژی برق ما را تامین بکنیم و یا در مقابل آب ما میشه از اونا پول بگیریم. دریاهای هلمند، فرارود، کابل، مرغاب، هریرود، هامو از حوزه های دریایی مهم کشورند که بیشتر آبهای افغانستان در آن جریان دارد و نیازمند مدیریت بیشتر می باشند. اداره تنظیم امور آب می گوید که پس از بند کمال خان در نظر دارند تا 5 بند بزرگ بالای دریای کنر بسازند. رئیس این اداره در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون ملی میگوید که در 27 ولایت کشور 44 بند بزرگ و کوچک و 3000 کانال را میسازند که با ساخت آن 1.5 میلیون هکتار زمین آبیاری میشود. با اساس معلومات افغانستان 69 میلیارد متر مکعب ذخایر آبی دارد. رئیس اداره تنظیم امور آب میگوید جهت تنظیم آب دریای کنر در شرق کشور در نظر است یک جا با سکتور خصوصی 5 بند بزرگ ساخته شود. یواجه در ساغی بند 300 میلیون او همدارنگ در شال بند 1.5 بیلیون دلار کمت لاری چی در یو دیر عظیم کمتی در افغانستان در حکومت لفاره مش کوشش کو چی خصوصی سکتور اجاز کتر سو در خصوصی سکتور پا مت بندی همداغ بندون را ورغو چون در یواجه در اوبو در ریگولیشن چی برک تولیده وی دلتا مش زراتی ساحت ندارو تر سو ورسخ استفاده وکو. آقای تکل در مصاحبه با تلویزیون ملی می‌افزاید قرار است در سال آینده در 27 ولایت کشور 44 بند آب بزرگ و کوچک جدید ساخته شود و علاوه بر آن 3000 کانال جدید نیز حفر گردد. امید است چې د دې بندونو په تکمیل سره او د تقریبا د 2000 کانالو په تکمیل سره چې نوي کانالونه د دې بندونو لپاره جوړیږي موږ په حدود د 1.5 میلیون هکتار مځکه به نوې تر اوبو او آبیاری لاندې راځي. ډیزاین چارې تقریبا اوس قرارداد تللی دي او د کنسټرکشن د همزمانه د چې ډیزاین تکمیلیږي د کنسټرکشن او دا کار ټول مکمل د شرکت ملي سره مخ ته ځي. این در حال است که قرار است بند کمال خان نیز افتتاح شود. این بند 174 هزار هکتار زمین را آبیاری می کند. مصاحبه مکمل آقای خان محمد تکل رئیس اداره تنظیم امور آب را بعد از همین سرویس خبری می توانید ببینید. پروژه های مهم مدیریت آبهای کشور یکی پس از دیگری در حال تکمیل شدن است. قرار است تا 4 ماه دیگر آبگیری بند پاشتان در هرات آغاز شود. این بند با هزینه 117 میلیون دلار در جریان ساخت بوده و پس از بند سلما دومین بند بزرگ آبی در ولایت هرات است. همکارم نعمت‌الله باهر گزارشی فرستاده از جریان کار این بند. بند پاشتان در حدود 25 کیلومتری شرق شهر هرات یکی از پروژه های مهم دیگری که زمینه آبیاری زمین های زراعتی و تولید برق را در این ولایت فراهم خواهد کرد. کار ساخت این بند این روزها بدون وقفه جریان دارد و قرار است تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود. مبدع تخلیه آب بند پاشتان دقیقا این تونل است که در حال ساخت است. این تونل از اینجا شروع شده و قرار است 200 متر امتداد داشته باشد. در انتهای این تونل قرار است 2 توربین تولید برق نیز نصب گردد. آبی که از این تونل خارج می شود برای کشاورزی نیز استفاده می شود. کار این پروژه حدود 10 سال پیش شروع شد اما تهدیدهای امنیتی باعث شد به موقع تکمیل نشود. در این 10 سال شورشیان بارها دست به حمله زدند. شما دواندار غفلت باید تکمیل
در تازه ترین رویداد حدود یک هفته پیش طالبان 3 تن از سربازان محافظت عامه را کشته و 4 تن دیگر را با خود بردند. پیام ما به مخالفین نمی است که اگر همکاری نمی کنند مخالفت هم باید همه طور پروژه ها نکنند. اگر اقدام به تخریب بکنند ما تا قدرت توانایی که در جان ما باشه ما دفاع میکنیم. به خاطر ازی دفاع میکنیم که ما رای معق است. به وضعی که اونا فرض مثال پلچک خراب میکنم یا کارهای پروژه خراب میکنم بیا همکاری میکنم دست به دست همدگر بدیم که تا همی پروژه آباد شه همی ملت افغانستان از می رنج مشقت حال شما سه کنیم روزانه چندی به می راه ایران میرم به شما و شما کشته میشه شهید میشه به می وطن خود کار کنن که می وطن ما آباد شه. مسئولان میگویند کار این پروژه به مرحله حساس رسیده و دولت باید توجه بیشتری به امنیت مبذول دارد. پروژه در حال اساس یعنی در مرحله اساس خود قرار گرفته. دشمن هم با تمام قوا و شما میبینیم در ما و شما کمتر از یک ماه شاهد 3 حمله بزرگ از اونا بودیم. پلان از اونا پلان حمله اول از اینا بود که پروژه سبوتاج میشه کار استاد میشه. این بند با ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب، ظرفیت تولید 2 مگاوات برق و آبیاری 13000 هکتار زمین زراعتی را دارد. زمانی که اراضی بیشتر تحت کشت قرار بگیره، فقر روستایی که یکی از انواع فقر در افغانستان هست و بیشترین نفوس ما و شما در روستاها زندگی می کنند، از نبود کار، از نبود شغل، از نبود زمین، از نبود آب رنج می برند. این منابع آبی می تونه که برای از اینا عوامل تولید فراهم بکنه. ساخت بندهای آبگردان از پروژه های مهم و زیربنایی کشور خوانده می شود. بند پاشتان که بعد از بند سلما دومین بند بزرگ در ولایت هرات است، قرار است تا کمتر از 4 ماه دیگر آبگیری آن رسما آغاز شود. نعمت الله باهر، تلویزیون ملی افغانستان، بند پاشتان هرات. جلسه شورای عالی ستر محکمه امروز بر ریاست سید یوسف حلیم رئیس ستر محکمه برگزار شد. شورا نخست نتیجه کار تیم مشترک تکنیکی ستر محکمه و ریاست عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه را در خصوص معیاری سازی اسناد و وثائق بهادار استماع و بعد از ایرادات تعدیلات و حذف موارد غیر ضروری موارد تصویب قرار داد. در این جلسه علاوه بر رسیدگی به قضایای شامل اجندا در مورد تبدیلی محکمه برخی از قضایای جزایی و مدنی نیز تصامیم مقتضی اتخاذ شد. همچنان بنابر پیشنهاد اداره لوئیس آرموالی صلاحیت رسیدگی به 32 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت لغمان، تخار، کاپیسا، خوست، غزنی و نیمروز تفویض شد. چند خبر خارجی. در نتیجه تیراندازی در یک سوپرمارکت واقع در شهر بولدر ایالت کلرادوی آمریکا دست کم 10 تن از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. یک مقام امنیتی گفته است که فرد مظنون بازداشت شده و به دلیل جراحات ناشی از درگیری با پلیس تحت درمان است. پلیس هنوز اطلاعاتی در مورد انگیزه تیراندازی ارائه نداده و میگوید که تحقیقات در مورد حادثه ادامه دارد. وزیر خارجه عربستان اعلام کرد که کشورش یک ابتکار جدید صلح برای حوثی‌های یمن ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری تحت نظر سازمان ملل است. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود اظهار داشت که این ابتکار همچنین شامل بازگشایی میدان هوای صنعا، اجازه ورود سوخت و مواد غذایی از طریق بندر هدیده و از سرگیری مذاکرات سیاسی بین حکومت مورد حمایت عربستان در یمن و حوثی‌های مورد حمایت ایران است. پس از اعلام این پیشنهاد یک مقام ارشد حوثی ها در واکنش با آن گفت این طرح هیچ چیز جدیدی ندارد. اقدام تازه ریاض پس از آن صورت میگیرد که حوثی های یمن حملات هوایی خود را به خاک افغان عربستان افزایش دادند و در آن تاسیسات نفتی، میدان هوایی و تاسیسات غیر نظامی کشور را هدف قرار دادند. اما ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا شماری از مقام‌های چین را به اتهام نقض حقوق بشر در ایالت سینکیانگ چین تحریم کردند. در این تحریم‌ها 4 مقام چینی از جمله 1 مقام ارشد امنیتی و 1 نهاد شامل هستند. پکینگ هم در مقابل این اقدام واکنش نشان داده و 10 مقام اروپایی و 4 نهاد را تحریم کرد.
دولت‌های غربی تلاش می‌کنند که پکینگ را به خاطر بازداشت گسترده اعضای اقلیت مسلمان اویغور در شمال غرب چین پاسخگو سازند. ایالات متحده برخورد دولت چین با مسلمانان اویغور را نسل‌کشی نامیده، اتهامی که پکینگ همواره آن را رد می‌کند. تشکر از اینکه بیننده این سرویس خبری بودین. فراموش نکنین قرار است که فردا بند کمال خان در ولایت نیمروز افتتاح شه. برنامه ویژه ما را فردا صبح هم فراموش نکنین. شبتان بخیر. خدا نگهدار. افغانستان د اوبو د سرچینو او ستراتیژیک موقعیت په لحاظ ځانګړی ارزښت لري چې دا ځانګړی موقعیت زموږ لپاره تازه د کار فرصتونه رامنځته کوي تر څو په ځان بسیا اوسو. د کمال خان بند د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې د اخیری لسیزې له مهمو لاسته راوړنو څخه دی چې د دغه بند د اوبو په ذخیره کولو به ژر تر ژره د نیمروز او ټول هیواد په سطحه د کرهڼې په برخه کې او همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې به د مثبتو تخیراتو شاهدان اوسو. کمال خان په بشپړېدو د ویاړ احساس کوم، ځکه د ولس اووه سوه کلن هیله په همدې د همدې بند په بشپړېدو سره پوره شوه. اوبه زموږ ابرو ده او موږ د اوبو مهار